در حالی که مردم انتظار داشتند دروازه های بسته مدارس بالاتر از ابتدایه باز شد. نه اینکه دروازه پانتون را هم ببنده. عواقب این را برای کشور و ملت خود خیلی مضر و جبران ناپذیر می شود. و آن را مترادف به ضایع شدن نسل جوان و وارثین آیندی این کشور می گیرد. یک نسل ضایع می شود. استعدادهایشان به هدر می رود. از استعدادهایش استفاده لازم صورت نمی گیرد. گلبدین حکمتیار همچنان میگوید بین آموزش پسر و دختر هیچ گونه تفاوت عقلی و شرعی وجود ندارد. تعلیم پسر و دختر و شرایط مربوط به آن هیچ تفاوت عقلی و شرعی وجود ندارد. اگر در جامعه تهدیدهای امنیتی و اخلاقی وجود دارند برای هر دو یکسان است. نوجوانهای پسر دقیقاً با همان تهدیدهای مواجهان که دختران مواجهان. مگر تفاوت میان این دو هست؟ هرگز نه. و باید برای هر دو فضای مسئول ایجاد شد. آقای حکمتیار در ادامه با انتقاد تند از سازمان ملل متحد گفته کرسی افغانستان در این سازمان به نماینده حکومت تسلیم داده شده که وجود ندارد. هم دستنشاندی اجنبی بود و هم عامل جنگ، خونریزی، ترورهای دولتی، فقر و غارت سرمایه های ملی و انتقال آن به بانک های خارجی. با اشغالگران آمد و با اشغالگران یک جا فرار کرد. اگر ملل متحد نمیتوانست این چوکی را به حکومت کنونی بسپارد، مگر نمیشد آن را خالی بگذارد؟ چه اشکاله داشت؟ این چوکی را خالی میگذاشتن. و از سپردن از این به یک شخص که فقط از خودش نمایندگی میکنه.